خورشید در پشت ابرها هست. اما باید ببینیم که جایگاه خورشید چیه، کارکردهای خورشید چیه، و بعد ببینیم آیا این کارکردها وقتی پشت ابر هست یا نیست. خورشید خب یک کارکرد عرض خدمت شما تکوینی و وجودی داره که اساساً وجود این منظومه شمسی به خورشیده. یعنی اگر خورشید وجود نداشته باشه، این سیارات از جمله کره زمین به واسطه اون نیروی گریز از مرکزی که دارن از منظومه در واقع پرتاب میشن به سمت بیرون و برخورد میکنن با سیارات دیگه و نابود میشن. خورشیده که در واقع با اون جاذبه‌ای که وارد میکنه بر این سیارات، اون نیروی گریز از مرکز مساوی است با همین نیروی جاذبه و لذا اینا در یک مدار مشخص میچرخن. و همینطور وجود خورشید باعث این هست که در این عالم ما روز و شب داشته باشیم، در این عالم در واقع ما گرما داشته باشیم. اگر خورشید نباشه یخ میبنده کره زمین و در واقع حیات نابود میشه. تمام اینا آثار وجودیه. اگر خورشید نباشه فصول به وجود نمیاد، چهار فصل، گیاهان به وجود نمیان. گیاهان نباشه حیات حیوانات نیست، حیوانات نباشه انسان نیست. به طور کلی از حیث وجودی اگر خورشید نباشه همه چی از بین میره، زندگی و حیات از بین میره. این اثر وجودی خورشیده. یک اثر خورشید هم اثر معرفتی او هست، یعنی خورشید روشن میکنه عالم رو و نور میده به عالم. خب حالا ما همین دوتا رو بیاییم تطبیق بکنیم به حضرت ولی از حجر و تعالی فرجه شریف. حضرت در واقع واسطه فیض خداست و در واقع وارد بحث جایگاه حضرت شدیم. همین دو ویژگی رو که خورشید داره تمام امامان دارن، که یکیش اون جنبه تکوینی و وجودی است و یکی جنبه هدایتی و تشریعی و ارشدی است. رنگ ها همه نیرنگ می شود، وقتی جهان پر از حریف جنگ می شود، وقتی سر